بسم الله الرحمن الرحيم. الله يا الله، 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 الله يا الله. دا مظلوم مظلوم آهونا، الله يا الله. الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان عزیز، ما امروز برنامه کتاب را آغاز کردیم که در برنامه کتاب ما مؤلفین محترم را دعوت میکنیم و در مورد کتابشان از آنها معلومات میخواهیم و کتابهایشان را معرفی میکنیم. در این برنامه ما محترم پوهنده استاد عبدالظاهر دایی، استاد پانتون کابل، استاد پانزه شریعت پانتون کابل را دعوت نمودیم که یک کتابی آنها را که در سال گذشته سال 1392 تألیف نمودن ایره معرفی میگیریم. استاد عبدالظاهر دایی استاد پانزه شریعت پانتونی کابل هستند و استادی بسیار محبوب در میان تمام محصلین پانتونی کابل و همچنان یک دایی بزرگ که نه تنها در سطح افغانستان بلکه در سطح جهان علاقمندان بسیار زیاد دارند. استاد در پهلوی تمام مصروفیت های درسی که در پانتون کابل دارن در اوقات فراغتشان همیشه مصروفی تألیف و تهیه برنامه های اسلامی می باشن که از آن جمله استاد کتاب های بسیار زیادی را تألیف نمودن که کتاب های تألیف شده استاد عبارت از جهانبینی اسلامی که هم به زبان دری و هم به زبان پشتو می باشه، فلسفه عبادات یا عبادت شناسی است، این هم به نسخه پشتیش هم وجود داره. زنان در غرب چرا مسلمان می شوند، ویژگی های دعوت اسلامی در عصر حاضر، زنان قهرمان در عصر نبوت، وضو نماز و معانی آن، عقیده توحید برای اطفال و نوجوانان، دستور زبان عربی، فرهنگ اصطلاحات روزانه دری و عربی، 50 دلیل رد نصرانیت که در اسلامی نوم ایشودینی لار شد، 6 پغرب که ول مسلمانی جی، گوشت های وارداتی حلال است یا حرام و غیره کتاب های است که استاد تألیف نمودن. ما از جمله تمام کتاب های استاد کتاب محمد عبدالوهاب مسلح اعتقادی یا رهبر وابی که استاد نوشتن ایره انتخاب کردیم. انشاءالله در این برنامه در مورد کتاب به شما معلومات خواهیم داد. دوستان به برنامه ما خوش آمدید. زنده باشین. من هم خدمت خود شما و خدمت دوستان عزیز سلام ها و احترامات خود تقدیم میکنم. تشکر. استاد اول سوال امی میشه که امی کتاب شما چرا نشته کردین؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم و اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اما بعد، ما از زمان طفولیت وقتی که عادت داشتم که اگر یک کسی سر یک کسی انتقاد میکرد و یا عیب یک کس را بر ما بیان میکرد، ما یک جهته قضاوت نمیکردم. خب پیش خود سوالهای را مطرح میکردم که شخص چرا مثلا درباره از این نفر میه بر ما تو گپاره میگه. خب اکثرا کشف میکردم که غیبت میکنه. در قسمت از این کتاب وقتی که ما دیدم بر ما سوال پیدا شد که چرا یک جاسوس مثلا خودش خود رسوا میکنه و هدفش چی هست و در پالوی از این چرا مثلا یک جاسوس خود رسوا میکنه اگر جاسوس واقعیش باشه، چون قانون است که همیشه کسایی که جاسوس تربیت میکنن او رو بسیار سری نگاه میکنن و عیب هایش نمیگن، بلکه جاسوس خود بسیار رشد میتن، بلکه او رو رشد میتن و او رو نامای خوب برش میتن، القاب خوب میتن، افشا نمیکنن، بلکه او رو در جامعه بسیار خوب معرفی میکنن. اما این چوری کار کرده. خب بالاخره تا ای که فهمیدم که این کتاب مجموعه از دسایس بوده و از اون وقت فکر میکردم تا بالاخره این کتابی را که شما وقت خواندین در مورد محمد عبدالوهاب بود.
یک جاسوس انگلیسی نوشته کرده بود درباره محمد ابن عبدالوهاب. این کتاب باور بکنین که دمی هر جایی که بری، کشورهای عربی هم که بری، یک کپی رو حتما میرسانن. در کشورهای عربی که من رفتم اولی کتاب می آوردن برای ما، همین کتاب را پیش میکنن. در کشورهای اسلامی که بری همین کتاب محبت میرسه. تو معلوم میشه که یک نوع یک پروژه است که کار میشه که کتاب باید به دست هر مسلمان مثلا شاید بسیاری مسلمان ها باشه قرآن به دستش نرسه، ترجمه قرآن به دستش نرسه، لیکن چون این کتاب بالفعل مثلا این کتاب به دستش میرسه. خب این همی کلش برای ما یک نوع سوال ایجاد کرد و ما خب به هر صورت موضوع تیر شد و دیگه زیاد سرش فکر نکردم تا بالاخره یک وقتی در ماستری درس میخواندیم و غالبا یک مضمون داشتیم درباره شخصیت ها بود و ما شخصیت امام بزرگوار اسلام امام ابو حنیفه رحمت الله علیه را یکی از استادا بر ما تدریس میکرد. خب چون اونا یکی از مؤسسین یکی از مکاتب فقهی هستن و ما ماستری در رشته فقه میخواندیم، بالاخره من دیدم که یک عالم دیگه که از مصر هستن، اینا نامشان چی است؟ ابو زهره، امام محمد ابو زهره رحمه الله. اونا یک کتابی بسیار کلان دبل درباره شخصیت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نوشته کردن و اونا گفتن که شخصیت امام وقتی که مطالعه میکنین از امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نعمان ابن ثابت، گفت که نمیتونه که آدم مثلا یک رای درست را برای شناخت شخصیت ازی پیدا بکنه. چرا؟ گفت در قسمت شخصیت ازی افراد و تفرید زیاد شده. بعضی کسا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه را در امو عصرش و در امو وقتا حتی به کفر و به زندقه که کافر است و زندیق است متهم کرده بودن و بعضی کسای دیگه این نوشته امام ابو زهره هست. ببینید من میمت نربی شبتان میخوانم و بعضی کسای دیگه میگه که میگه در صفحه 34 کتاب من موضوع نوشته کرده، میگه و این استخراج صورت صحیحه لابی حنیفه من لابی حنیفه من کتب التاریخ والمناقب ليس الطريق الیه معبده. این سخن امام ابو زهره هست. اینا میگن که اگر ما بخوایم که شخصیت درست امام ابی حنیفه رحمت الله علیه را از کتابهای تاریخ یا از کتابهایی که مثلا اوصاف شخصیت ها را میکنن، میگم راه آسان نیست. چرا؟ علتش چی میگن؟ میگه لأن اتباع مذهبه غالو فی الثناء علیه، میگه پیروان مذهبش در قسمت شخصیت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه بسیار افراد کردن، حتی تجاوزو به رتبه الفقیه المجتهد، تا ایره از درجه یک فقیه مجتهد کشیدن، بلکه ایره حتی رتبهش بسیار بلند ساختن. و الطاعنین فیه قد افرطوا فی القول، اما کسایی که بدبین ازی بودن از امام صاحب، میگه یا اقدر افراد کردن که حتی انزلوه عن مرتبه المسلم الذي يجب ان يصان عرضه ودينه ودينه، میگه حتی ایره از مرتبه یک مسلمانی که باید آبروش عزتش حفظ شود، بسیار لقبای بدی را برازی دادن که حتی بعضیا گفتن این زندیق است و بعضیا گفتن که چطور است و چنان است. میگه خب و فی قدم القادحین و غلو المغالین یتیه العقل الباحث التي يتقصى الحقیقه وحدها. امام ابو زهره میگه که در اینمی افراد و تفریطی که در بین در قسمت شخصیت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه شده، میگه یک نفر که تحقیق میکنه این میگه حیران میمانه که حالا چی بکنه در این قسمت امو حق. خب یعنی شخصی که میخواد تنها حقیقت پیدا کنه، لا یبغی عیبا ولا غلوا، یک کسی است تحقیق میکنه، نمیخواد که زیاد افراد کنه و تفرید کنه، بلکه یک شخص من ایس یک انسان، من ایس یک مسلمان، من ایس یک خدمتگار دین اینو بشناسه، میگه بسیار سخت است. خب ولا يخرج من هذا الطيح الا بمشقه وجهد، میگه از این می مشکل با بسیار مشقت. خب بالاخره خود از امام ابو زهره که در امام شخصیت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه کتاب نوشته کردن، اونا میگن که این می مشکل را که من دیدم در قسمت از شخصیت، خب میگه بالاخره آدم میتونه که به نتیجه برسه لکن با بسیار مشقت و سختی. به هر صورت بالاخره باز دمی کتاب نوشته کردن که یکی از خوبی های سی قرن اولی، قرون اولی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله به خوبی از اونا شهادت داده بود، میگه خوبیش چی بود؟ میگه یکی خوبی های از این بود که همی چند نفر از مذاهب دیگه که حنفی بودن یا حنبلی بودن یا در دیگه مذاهب بودن، اینا خیصن در کتابای خود از شخصیت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دفاع کردن و صادقانه دفاع کردن و در تاریخ امی صدق از اینا و راستی از اینا برکلگی میگه هویدا هست، در حالی که میگه پیروش نبود در مذهبش نبود،
لكن بحث علمی و تحقیق علمی و اکادمیک و تقوای انسان و ایمان انسان تقاضای زیر میکرد از این شخصیت ها که شخصیت امام صاحبه به شکل بسیار خوب و اصلیش بر مردم بیان بکنه. هدف چی است؟ هدف رساندن حق بر مردم است. ای که ما پیروی از او میکنم یا نمیکنم او کار شخصی خودم است، اما حق باید بیان شود. اینه میگه که من این کتاب خواندم و اینا که کسایی که درباره امام صاحب کتاب نوشته کرده بودن، این سبب شد که در امی وقت استاد بر ما وظیفه داد که شما درباره شخصیت های اسلام یک کتاب نوشته کنید. من فکر کردم که شخصیتی که مثل شخصیت امام صاحب ابو حنیفه رحمت الله علیه که در او عصر بود، در این عصر، عصر مال فعلا که زیاد متهم قرار گرفته، زیاد مسائل زد و نقید بوده، بعضی کسا او رو کافر میگه، بعضی کسا او رو بسیار مسلمان میگه، بعضی کسا در قسمت ازی این مشکلات پیدا شده. کی هست؟ بالاخره ما پیدا کردم که امی محمد ابن عبدالوهاب است و این سبب شد که ما هم مثل از اونا وارد تاریخ زندگی من نوشته شده که استاد عبدالظاهر دایی در حالی که او خودش مثلا استاد پوهنتون است و در حال که محقق است، تانست که اونمو دستایزی که اگر انگلیس کرده یا مثلا طرفدارای انگلیس کرده یا هر کس کرده، اما واقعیت ها رو بر مردم بیان بکنم. به این خاطر من خیستم و این کتاب نوشته کردم و امی سبب شد که باید من امی کتاب نوشته کنم. استاد، باز انتقادا امروز تو وجود داره، کسی که مثلا کتاب رو میخوانه میبینه نشته است محمد بن عبدالوهاب مثل اعتقادی رهبر وهابی، یعنی محمد عبدالوهاب رحمت الله علیه را مردم به نام رهبر وهابی میشناسنه و وقتی که پایین میبین نشته است استاد عبدالظهیر دایی و این موضوع تو موضوع امروز در افغانستان یک موضوع جنجال برانگیز شده. هر کس هر چیز در مورد از کسی که در مورد وهابیت میفهمم یک چیز میگن، نمیفهمم هر چیز گفته میرن. و یک سوال است که آیا به نظر شما از اعتبار شما، از محبوبیتتان بین مردم که دارن کم نمیشه اعتبارتان؟ یک موضوع و موضوع دیگه ای که یک تا دوستان ما دیدیم که خودشان آدمای دایی هستن، انسان های با فکر هستن که در بخش دعوت اسلامی کار میکنن، میگن استاد میشد که به عوض همین موضوع جنجالی که شاید سبب مشکل برش شوه در مورد بخشای فکری، در مورد رشد جوانان، بیداری اسلامی و بعضی کارهای دیگه که امروز به نظر او میگن که از این موضوع کده و مهمتر است، در اون مورد کار میکرد استاد. یعنی این استعداد را که استاد داره، توانایی را که داره، باید در اون بخشا زیادتر کار میکردن از این پیشتر. نظرتون در این مورد چی است؟ بسیار خوب سوال است، سوال بسیار خوب و دقیق کردین. در قسمت اول سوالتون که مسئله اعتبار است، ببینین اعتبار انسان حقیقی باشه یا دروغی و احساساتی باشه. دوستایی که من رو واقعا دوست دارن و به همراه من شیشتن و درسای من رو دیدن و الحمدلله از اخلاص من با خبر است که الله بر ما اخلاص نصیب بکنم، اونا هیچ وقت و اونا انسان های با فکر هستن و با اندیشه هستن و متعصب نیستن، ای دوستا هیچ وقت با خواندن از کتاب، یعنی یک کسی است که پشت کتاب سیل میکنه و فورا قضاوت میکنه، اما او دوستای ما که این کتاب خواندن و مطالعه کردن و دیدن، اونا اکثریتشان این کتاب تایید کردن و به این خاطر بزرگترین علمایی که فعلا در افغانستان هستن و شهرت زیاد دارن میشناسن، امرایشان مصاحبه شدن، تقریضایی دادن حتی استادان، و هیچ وقت ما تو احساس نکردیم که او دوست واقعی ما که انسان بسیار با فهم و با فکر باشه، با این نوشته کردن یک کتاب اعتبار یک عالم از دست نمیره. به خاطر چی؟ مثلا آیا یعنی مردم فکر میکنن میگن استاد عبدالظهیر دایی وهابی است یا سلفی است، هر کس هر چیز میگه؟ یعنی تصور بکنید مثلا شما هم استاد پوهنتون هستین، ما هم استاد پوهنتون هستیم، ما شما در مجال اکادمیک و علمی سرش بحث میکنیم، شما خواستین یک کتاب درباره مارکس نوشته بکنین و اندیشه های مارکس را بررسی بکنین، آیا ما شما را که این کتاب نوشته کردین از نگاه اخلاقی وقتی که شما یک کتاب درباره مارکس نوشته کردین شما را فورا ما بدون از کتابتان بخوانیم استاد قیام الدین مبشر کتاب نوشته کرد درباره مارکس، شاید شما بسیاری نظریات مارکس را رد کرده باشین، بعض نظریاتشان را تحلیل کرده باشین، تجزیه کرده باشین و این یک تحقیق اکادمیک است و از طرف مهندون بر شما وظیفه داده شده که در ساختار اقتصادی مثلا
سر اندیشه های مارکس کتاب نوشته بکنید. پس ما شما را حق داریم بگیم شما مارکسیست هستید. مثلا شما یک کتاب نوشته میگین درباره شیخ اسامه ابن لادن رحمه الله. خب آیا منازی هست که شما وقتی که کتاب درباره شیخ اسامه ابن لادن نوشته کردین شما فعلا به همراه مثلا افرادی که در همراه اسامه ابن لادن هستن یک جای مثلا در جهبه در خانه تان یک 200 میل سلا بگنه از به خاطر کتاب نوشته کرده؟ تحقیق علمی و اکادمیک هیچ وقت از نگاه علمی از اعتبار مؤلف یک استاد کم نمیکنه. به نزد کسایی که اونا عالم هستن و دانشمند هستن و حق میفهمن. اما اگر ما دوستای احساساتی داریم که آنقدر احساسات ضعیف دارن که وقتی یک کتاب ما اجازه ندن که یک کتاب نوشته بکنیم و حق برای مردم بیان بکنیم، او دوست چی به درد میخورن؟ وقتی که دوستیش احساساتی است و فوراً حتی حق مشروع اکادمیک علمی را از پیش تو میگیره. من نیست استاد حق دارم سر هر کس که بخوایم کتاب نوشته میکنم، در هر موضوعی که خواسته باشم کتاب نوشته میکنم، و کسی دیگه که اگر عالم است و دانشمند است و فهمیده است کتاب برای میگیرم و سر کتاب من دیگه کتاب نوشته میکنم و آنچه که اعتراض است به شکل علمی به کتاب دیگه چاپ میکنم و در پیشروی مردم میپرده. اما اگر یک نفر مثلا به لباس دوستی یا به شکل احساساتی یا میگه که والا استاد اعتبارش کم که چطور دیگه، با اصلا اخلاص من و ایمان من بیشتر است از اینکه من به مردم سعی کنم، چون من هیچ وقت کار به خاطر مردم نکردیم. چیزی که دور رضایت الله هست و من میفهم که حق است و الساکت عن الحق شیطان اخرس، کسی که حق میفهمه و بیان نمیکنه او باز در روز قیامت در جمله شیطان های حساب میشه و شیطان گنگ که تو چرا مثلا حق نگفتی برای مردم. پس من حق میگم، ای که مردم باز دوباره مجد قضاوت میکنه مشکل نیست. اگر کتابا بخونه، چرا کسایی که کتاب خواندن و حقیقت درک کردن حداقل یک وسطیت در ذهن و اندیشهشون پیدا شده که مانع از این شده که افراد بکنن یا تفرید بکنن یا یک مسلمان کافر بگن یا یک مسلمان دیگه توهین بکنن و یک کسی را به خاطر نوشت فقط نوشته کردن یک کتاب او را متهم. مثلا یک کتاب از به نام یک موضوع یک کس نوشته کرد به نام کفر، حال وقتی که یک نفر در کفر یک کتاب نوشته کنه او کافر میشه؟ یعنی هر محقق میتونه که چی مسلمان باشه چی غیر مسلمان باشه در مورد هر کس کتاب نوشته کنه. در مورد شیخ محمد عبدالوهاب هم چنان کسایی هستن که غیر مسلمان هستن کتاب نوشته کنه، یعنی به این معنی که او مسلمان هستن. بله، اگر تایید کنه یا اینکه رد بکنه. وظیفه محقق تحقیق کردن است تا که حقیقت را پیدا کنه و به مردم برسانه. و این قضاوت هم میگذاریم برای مردم که در مورد کتابش مردم چی قضاوت میکنن، اونا چی تصمیم میگیرن و چی فیصله میکنن در مورد نتیجه. و در قسمت جواب سوال دوم شما دو بخش سوالتان الف با داشته. شما گفتین که بعضی از دوستا گفتن که از نگاه رشد فکری جوانان در فکری کار میکرد، اما یک سوال داشته نه؟ در مورد بخش فکری بیداری اسلامی در مورد مسائل که جوانان را رشد بودن یعنی زیادتر کارای فکری کمتر شد بکنه، یعنی که چرا زیادتر می تمرکز بالای اونه شده بخاطر که زیادتر ضرورت است نظر به این. بله، خب اگر دوستای ما پشت از کتاب می خوانده مثل که شما خوانده، یک مرتبه پشت کتاب می خوانده و یک مکتبه درسا و سی دی هایی که من دارم او را هم یک مرتبه یک مرور میکردن، هیچ وقتی سوا ای گپه نمی گفتن به خاطر از اینکه در این بخش ها ما زیاد کار کردیم. مثلا در مسائل فکری کتابم جهان بینی اسلامی هست که هم به فارسی هست و هم به پشتو هست. کتاب جهان بینی اسلامی را ما داشتیم. کتاب فلسفه عبادات بوده، فلسفه عبادت. خب کتاب عبادت به خاطر رسوا کردن نصرانی ها و بدیهای از اونها کتاب 50 دلیل نصرانیت چاپ دوم شما آماده چاپ است فکر کنم. بله، و کتاب چرا مسلمان زنان در غرب چرا مسلمان میشن و چرا مسلمان شدیم، کتاب های دیگه که مثلا برای رشد فکری جوانان است. کتاب دیگه که مثلا حال فعلا زیر چاپ است مثلا الله در تصور اسلام و نصرانیت و کتاب توحید. خب من نمیخوام کتاب گوشت های وارداتی که مثلا فعلا در افغانستان مثلا این گوشت ها و طور وارد میشه. یعنی میخوایم که خدمت دوستان بگویم که در قسمت رشد فکری جوانان و بیداری اسلامی درسای ما و حلقات درسی ما در بین محصلین پوانتون، در بین شاگردهای لیلی پوانتون درسایی که ما داشتیم، اگر این سی دی ها رو ببینن
و به او دقت بکنن. یعنی در هر بخش باید انسان کار بکنه. و نقطه دومی که بسیار مهم است که میخوایم بگویم، چطور میتونه یک مسلمان خود صاحب فکر و اندیشه بگویه؟ ما و تو دو نفر مسلمان با فکر هستیم، چطور صاحب فکر میشیم وقتی که خود ما در بین خود اختلاف داشته باشیم؟ یک مسلمان حکم کفرش را بکنیم، یک کسی را دربارش مطالعه نکردیم، این جزی از برنامه های فکری ما هست. به خاطر جوانایی که صاحب فکر هستن، ما میخواییم بر از اونا یک تعادل فکری پیدا شود. بشناسیم این شخصیت، بشناسیم این شخصیت. من چرا تعادل فکری دارم؟ من امام صاحب ابو حنیفه رحمت الله علیه را بسیار دوست دارم و برش زیاد احترام دارم و به شخصیتش بسیار احترام دارم. چرا؟ به خاطر از اینکه من شخصیت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه را کاملا مطالعه کردیم. اینکه چی خدمت‌های کرده و چی کارهای کرده، از خاطر او شخصیت من دوست دارم. امام شافعی را، امام مالک، وقتی که شخصیت‌ها را مطالعه کردیم، اونا را دوست داشتیم. و همچنان شخصیت محمد ابن عبدالوهاب، وقتی که من مطالعه کردم و کتاب‌های زیر مطالعه کردم و نظریات زیر مطالعه کردم و خدمت زیر بالفعل، وقتی که من دیدم که چی خدمتی در دار اسلام، مثلا در مکه مکرمه، در مدینه منوره و در تمام دنیا خدمت‌های از تابال دو قرن مثلا مشهود است که او را آدم نمیتونه چشم پوشی بکنه. پس اینال به خاطر یکی از جهت‌های دقیق فکری چی است استاد عزیز؟ اوی است که ما مردم خود مسلمان ها را متحد بسازیم. تو مرا کافر نگویی، من تو را کافر نگویی. یعنی منظور تا نیست که بدون مطالعه، بدون آگاهی قضاوت نکنیم در مورد کسی؟ بله، باید یک کسی را بشناسیم، اول بشناسیم، مطالعه بکنیم، تحقیق بکنیم. یعنی مثلا یک انگلیس خیست محمد ابن عبدالوهاب گفت که کافر است و کلگی بخیزن بلبل وار از پشت سر صدا کنن که محمد ابن عبدالوهاب به شهادت یک کافر. آیا شهادت کافر سر مسلمان قبول میشه؟ از نگاه فقی علما میگن که نه خیر، یکی از شروط شهادتی است که همی وقتی که شهادت میده او باید مسلمان باشه. خب سر یک مسلمان که میگه من لا اله الا الله محمد رسول الله میگم، یک کافر میخیده سر از او کتاب نوشته میکنه و او رو حکم کفرش میکنه، یعنی او شهادت میده که کافر است. اگر یک مسلمان کتاب نوشته کنه رد کنه، اگر مسلمان هم کتاب نوشته کنه، گپ سر افراد نیست، سر احمد و محمود نیست. هر گپی که از دان ما برامد حق است و هر گپی که از دان تو برامد باطل است، این اندیشه غلط است. بلکه حق در اسلام قاعده ای است که الحق لا یعرف بالرجال بل الرجال یعرفون بالحق. یعنی این است که ما حق هم مثل نصرانی ها واره وقتی که کشیش گفت که گاو سفید است شیرش سیاه، ما باییم خلاص گفزی درست است، ما در اون کشیش گفته. بلکه در اسلام اتو نیست، بلکه در اسلام حق معیار است. هر کسی که حق گفت موره میپذیریم. آل مثلا یک دشمن خیست در یک کس نوشته کرد یک کتابه و آل موتو او مسلمان متهم به کفر میسازیم، در روز قیامت جواب الله را چی میدیم؟ مثلا شما گفتین که محمد ابن عبدالوهاب کافر است، درست است نه؟ در حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و آله، یعنی مثال میگیم، شما خود نمیگین، یعنی یک کسی گفت. بله. خب همین شخص میگیم که خب تو همین نفر گفتی کافر است، در روز قیامت الله سبحانه و تعالی رسول اکرم صلی الله علیه و آله گفته که کسی که یک مسلمان کافر میگه و او کافر نباشه، خودش کافر میشه. پس این کافر شد یکی. دوم در روز قیامت همین نفر میخیزه غیبت، خود تنها نیست که پشت زنده ها غیبت میشه، پشت مرده ها غیبت نمیشه. وقتی که تو یک نفر غیبتش میکنی و او را حتی به کفر متهم میسازی، بزرگترین غیبت همین است که یک نفر بگویی کافر است. خب در روز قیامت میاد یه خانه تو میگیره در مقابل الله سبحانه و تعالی، تو میکشونه که تو ما کافر بودم پروردگار، اگر من کافر هستم مرا در دوزخ روان کن و اگر من نیستم این نفر باید در دوزخ بره. اینال به این خاطر من میگم که چطور ما میتونیم فکر خود جور بکنیم؟ این انسانی که ادعای فکر اسلامی رو میکنه، چطور ما میتونیم یک مفکر، یک دانشمند صاحب فکر اسلام باشیم وقتی که خود ما مسلمان ها اهل سنت مثلا در مسجد خود، شما ببینین، شما برین در پالوی مسجد اهل سنت در میشار کابل در امثال هندوست تحمل میشه، بت پرستی است، سجده به بت میکنن، او رو تحمل میکنن.
و در پالوی ازو مثلا اگر از یک مذهب دیگه یک کسی بیایه مثلا اهل تشریع میایه در مسجد اهل تسنن نماز میخونه، سنگ خدا میمان نماز میخونه و هیچ کس در مقابل ازو هیچ حرکت نمیکنه و او رو میپذیره، نماز خدا میخونه میبره. چطور مثلا یک مسلمان دیگه میایه و رفع الیدین میکنه، در حالی که اینی رفع الیدین یا آمین بالجهر در دیگه مذاهب اهل سنت است. پس ما یک اهل سنت خدا و یک سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم مانع میشیم در بین مسجد خود به نام چی؟ به نام از اینکه یک انگلیس کلمه وهابی و وهابیت بر ما پیدا کرده. اناله ما که در ساحات فکر کار میکنیم و جوانان را همیشه به خاطر فکر اسلامی دعوت میکنیم و کار میکنیم، یکی از دعوتهای ما برای جوانان مسلمان که از افراد و تفرید در مورد شخصیت ها دوری بکنن، همیشه طرفداری از حق بکنن و ببینن که سخنی که به قرآن و به سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم نزدیک تر است. هر کسی که سخنش به قرآن نزدیک بود، ما خیلی داریم میخوانیم، کتاب است ترجمه شده، هر کسی که به قرآن سخنش زیادتر نزدیک بود و هر کسی که احادیث صحیح استدلال میکرد سخن از او رو میگیریم و هر کسی که مخالف قرآن و سنت بود او را رد میکنیم. پس رسول اکرم صلی الله علیه و سلم 14 قرن قبل برای ما چی گفت؟ که وقتی که در آخر زمان خطرش چی است؟ خطر آخر زمان در این نقطه است که یک نفر صبح مسلمان می باشه دیگر کافر میشه. چرا؟ مسلمان کافر میگن. سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم دشنام میده. وقتی که یک نفر روش و سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دشنام بده، از این که کفر کلانتر است، پس اینال یک نفر صبح مسلمان بود دیگر کافر شد. چطور ملت خدا از اینمی بدبینی ها نجات بتیم و چطور ملت خدا از اینمی شر استعمار انگلیس که اینمی چیزا را در بین مردم پخش کردن و مردم را به شکل گمراه ساختن؟ یکانا رایش حلش اینمی است که وقت سر یک شخصیت اسلامی مردم زیاد تبصره میکنن، ما او شخصیت مطالعه بکنیم و من حیث یک مسئول، من حیث یک خدمتگار دین، جهتهای مثبت و منفی و خوبی و خرابی هر کس مطالعه بکنیم و نتایج تحقیق خود بر مردم تقدیم بکنیم تا که این مشکلات در جامعه حل شود و مسلمان ها بتانن که زیر یک سقف دو مسلمانی که لا اله الا الله میگه، دو مسلمانی که به رسالت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ایمان دارن، دو مسلمانی که نماز میخوانن، دو مسلمانی که پیرو قرآن هستن، چطور از امی بدبینی اینا رو خلاص کنیم تا که اینا دشمن اصلی خدا بشناسن. دشمن در اونجا مانده، کفار کار خدا میکنه، حکومت ها رو میگیره، مسلمان ها رو میکشن. شما مثلا تصاویری از میامی رو، میانمار، اگر شما ببینید که مسلمان ها رو در میته کافره، جایی رو ببینید مثلا حکومت بشار الاسد مثلا به هزارها مسلمان مثلا روزاوان بمبارد میکنن، تفلار و سرش سلاحهای مختلف استعمال میکنن، این وقتی که مسلمان کافر اصلی را بشناسه و در مقابل از اون موقف بگیره، در مقابل یک مسلمان بیچاره که لا اله الا الله و محمد رسول الله میگه، در مقابل از اون موقف میگیره. پس چطور میتونیم مرد صاحب فکر خدا بگوییم، صاحب اندیشه بگوییم، در حالی که در قلب خود ما تعصب باشه، تکبر باشه، بدبینی باشه و خود ما دنبال‌روی از انگلیس بکنیم؟ کل خلاصی کل از تحقیق ما دیدم که چرا بدبینی در مقابل شخص است، به خاطر که یک رسالگه که به نام مستر هنور، یک انگلیس، به نام یک انگلیس نوشته شده و حتی امور هم وقتی که تحقیق کردم، اما انگلیسی بیچاره هم این کتاب نوشته نکرده، بلکه بعضی اشخاص متعصب این کتاب نوشته کردن و این نسبت دادن به نام انگلیس و این قسم ساختگی هست و این در جریان کتاب وقتی که علما و دانشمندا اون رو تحقیق کرده باز میشه که سرش وقتی که رسیدین بحث بکنیم. استاد یک سوال دیگه ایست که بسیاری مردم یعنی حکم تکفیری به شیخ محمد بن وهاب نمیکنن، نمیتن. ما وقتی که بعضی علما را دیدیم و بعضی کسایی که خدا پیرو مذهب حنفی میگیرن، 100% پیرو مذهب حنفی و حنفی پخته خدا میگیرن و میگن که شیخ محمد عبدالوهاب راه و روشی که او ساخته برای مسلمان ها، این راه و روش که است مسلمان ها را از مذهب بیرون میکنه. وقتی که یا کار میکنن کسایی که پیروی امیر راه و روش شیخ محمد هستن، یا مسلمان ها را از مذهب بیرون میکنن و
علمای را که ما امرشان صحبت کردیم و بعضی کسایی که معلومات در مورد دین داشتن و میگن که از مذهب بیرون شدن اجازه نیست، یعنی کسی که از مذهب بیرون شوه، یک مسلمان در یک مذهب باشه باید از مذهب بیرون نشه و این راه و روش مردم بیرون میکنه. این نظرتون چیه؟ ببینین این مشکل است که ما قضاوت میکنیم قبل از اینکه یک کسی را بشناسیم. محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله تعالی ای خودش در کتاب های خود نوشته کرده که من تحقیق کردم که خودش پیرو مذهب حنبلی هست. خودش میگه که من پیرو مذهب حنبلی هستم. این یک نقطه. دوم نقطه، خودش میگه که خودش و کسایی که پیروی از این میکنن میگن که این مؤسس مذهب فقهی نبوده. یعنی وقتی اگر یک نفر بگه من مثلا من از مذهب حنفی میرم در مذهب شافعی یا میرم در مذهب مالکی، یعنی یک مکتب فقهی را ترک میکنه میره در یک مکتب فقهی دیگه. خب کسی که هیچ مکتب فقهی خودش تأسیس نکرده و امیر دروغ سرش نسبت داده میشه، او میگه من هیچ مکتب فقهی را تأسیس نکردیم، پس در چی آنم بره؟ مثلا از حنفیت از این مذهب برآمدیم، کدام مذهب دیگه را او ساخته که ما در او مذهب بریم؟ خودش میگه که ما کدام مذهب فقهی را نساختیم، در کتابایش است و اینجا پیش ما سندش است. و کسایی که پیروایش هستن اونا هم میگن که والله محمد ابن عبدالوهاب در جمله شخصیت ها یا مصلحین اعتقادی بودن، یعنی در بخش عقیده کار کردن، در بخش و یک داعی بوده، دعوتگر بوده، مردم خواسته که برای اصل رجوع به قرآن و سنت بکنن، یعنی مردم پس رجوع بکنن به قرآن و رجوع بکنن به سنت و رجوع بکنن به اونمو آنچه که سلف صالح، اینا اکثرا پیروایشان خودشان سلفی میگن. چی میگن؟ سلفی میگن. چی معنی سلفی؟ یعنی میگه سه قرن اول که رسول اکرم صلی الله گفته که خیر القرون قرنی ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم، بناهن میگن اونو اسلاف ما، یعنی گذشتگان اولی که در سه قرن اول که صحابه بودن و تابعین بودن و تبع تابعین بودن، اونا دین چه قسم فهمیدن، عقیده از اونا چه قسم بود، قبل از اینکه فلسفه در عقیده داخل شود، قبل از اینکه منطق در عقیده داخل شود، قبل از اینکه خرافات ایجاد شود، قبل از اینکه از هندویزم و از نصرانیت و از رهبانیت نصارا در دین داخل شود، هدف این دین چه قسم بود، به اون شکل به اونجا بریم. یعنی این مصلح اعتقادی هست، مثل که سید جمال الدین افغان یک مصلح سیاسی بوده. اینا اگر یک کسی میگه سید جمال الدین افغان یک مذهب جور کرده اشتباه میکنن. چرا؟ سید جمال الدین افغان هیچ وقت مذهب جور نکرده، چهار مذهب فقهی که هست او مذهب دیگه جور نکرده سید جمال الدین افغان، بلکه او مصلح سیاسی بوده است. در مسائل سیاسی زیادتر مردم حرکت میدادن که شما بخیدین در ساختار سیاسی مملکتتان ضد انگلیس مبارزه بکنین، ضد استعمار. امی قسم شیخ محمد ابن عبدالوهاب ای هم مصلح اعتقادی بوده، زیادتر مردم دعوت میکردن به اصل قرآن و سنت. اما ای که میگه که مثلا انسان از بیرون میکشه، از مذهب بیرون میکشه، یک اشتباه است. اما اگر مثلا او تو بگه که مثلا فلانی حدیث میگه تطبیق بکنین، مثلا اینا میگن که مثلا این حدیث صحیح است، اینه ما تطبیق میکنیم، مثلا ما رفع الیدین میکنیم حدیث است، ما اینه تطبیق میکنیم، یا آمین بالجهر میگیم، یا مثلا انگشت خدا در احادیث آمده اینه تطبیق میکنیم. اینا اگر امی کاری یک انسان کرد، آیا از مذهب حنفیت میبرایه؟ به اساس قول خود امام ابو حنیفه رحمت الله علیه از مذهب احناف خارج نمیشه. چرا؟ خود امام صاحب برای ما چی کرد؟ درس داده که اذا صح الحدیث فهو مذهبی، وقتی که حدیث صحیح شد مذهب ما هست. مذهب احناف اول اساسش قرآن عظیم الشان است، دوم اساسش حدیث صحیح رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است. چون تمام احادیث به یک عالم مذهب نرسیدن، وقتی که یک از این خاطر عالم مذهب دروازه را باز مانده. ببینن یک قصه است. خب در زمان امام مالک ابن انس رحمه الله تعالی که او هم یکی از رؤسای
مذاهب فقهی اهل سنت است. و فکرتان باشه که وقتی ما از اهل سنت گپ میزنیم تنها احناف اهل سنت نیستن، بلکه اهل سنت چهار مذهب فقهی دارن: حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی. هر چهار از اینا و هر چهار از اینا را از روز اولی که ما در مدرسه رفتیم که استادای ما فقهای احناف بودن برای ما درس دادن که هر چهار مذهب حق است، هر چهار مذهب فقهی حق است. چرا؟ اجتهاداتی از اینا در فروعات فقهی هست، در اصل کلشون پیرو قرآن هستن و کلشان پیرو سنت صحیحه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است. امام مالک ابن انس رحمه الله تعالی، یکی از خلفای عباسی که نمیفهم هارون رشید بوده و یا قبل از او خلیفه دیگی بوده، دقیق نامش نمیفهمم، منتها این خلیفه برای بسیار احترام داشتن. و مالک ابن انس یک کتاب داره به نام موطع مالک ابن انس، موطع. ای در کتاب خود امام مالک ابن انس رحمه الله تعالی احادیث زیادی از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم جمع آوری کردن. ای خلیفه مسلمان ها برش میگه یا امام، سعی کنین تقوا را، سعی کنین اخلاص را، سعی کنین ایمان را. آدم او را که رسول اکرم شهادت داده که خیر القرون بودن، واقعا شخصیت های از اونها را که آدم مطالعه میکنه واقعا خیر القرون بودن. و در خیر القرون امی علما داخل است، امام صاحب ابو حنیفه رحمت الله علیه و امام شافعی و امام مالک اینا و امام احمد ابن حنبل و دیگه علما. خب آله شما ببینید که برای اینکه خلیفه گفت که ما میخواهیم که اینمی کتاب تو که برام موطع هست، این در تمام دار در خلافت اسلامی که است، در چین رسیده تا افریقا اروپا رسیده و تا ایران اصل قرار بدم و این جبری تطبیق شه و سر کلگی. ای عالم گفت که این کارو نکو یا امیرالمومنین. میفهمید چرا گفت این کارو نکو؟ گفت ما دی کتاب خود احادیثی که گفت صحابی رسول الله صلی الله علیه و آله بشفامان که صحابی رسول اکرم صلی الله علیه و آله در کل دنیا تیت شدن، یک تعداد صحابه به کوفه رفتن، یک تعداد صحابه به بصره رفتن، یک تعداد صحابه به مصر رفتن، یک تعداد صحابه به شام رفتن، یک تعداد صحابه به مکه مکرمه ماندن، یک تعداد صحابه به مدینه منوره ماندن. گفتن که ما احادیثی که در حجاز بوده صحابه از اونها را جمع کردیم در کتاب خود. وقت است که هنوز امام بخاری و یا تولد نشدن از امام مالک صاحب است. خب گفتن که خب هنوز و امام بخاری صاحب یا هنوز کتاب های امام بخاری جور نشده بود دیگه، همین یکی کتاب امام مالک است. از این خاطر گفت یا امام اگر تو این کارا بکنی بسیاری از احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم معتل قرار میگیره، پس بگذار که مردم به کل احادیث عمل بکنن. و همین خوبی بود که کتابای دیگی بعد از موطأ مالک نوشته شد، صحیح البخاری، صحیح مسلم، ابو داوود، نسائی و دیگه کتابا تمام احادیث جمع آوری شد. از این خاطر امام مالکی گپ زد. امام صاحب ابو حنیفه رحمت الله علیه عین نظر امام مالک داشت، به این خاطر وقتی که برش حدیث میرسید آیت میرسید عمل میکرد، حدیث میرسید حدیث میگرفت، وقتی که برش حدیث نمیرسید اجتهاد میکرد. دروازه را باز ماند برای دیگه پیروای خود. اذا صح الحديث فهو مذهبي، اگر بر تو یک حدیث صحیح پیدا شد پس هر چهار علمای مذهب اهل سنت با اخلاص خود میگه که وقتی که شما حدیث از احادیث رسول الله صلی الله علیه و آله پیدا کردین قول مرا در دیوال بزنین. چرا سخنای مرا در دیوال بزنین؟ به خاطر از اینکه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم حدیث از او اصل دین است، اجتهادات هست لکن اصل قرآن است، اصل سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم است، حدیث صحیح رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وحی از طرف الله است و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. پس وقتی که او وحی است و او وحی که از طرف الله بر رسولش وحی شده و بر ما تو رسید، حال ما چی بکنیم؟ امام ما در مذهب ما که حنفی هستیم بر ما میگه که اذا صح الحديث فهو مذهبی، بناهن اگر حدیث گرفتیم ما از مذهب احناف خارج نشدیم و هر کسی که حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه. نقطه دوم که میگن که چی هست که گفتن که شما از این پیروی میکنید، بناهن اول از این مذهب کی خارج شده که او را بسیاری کسا هست که مجرد دید که از توحید گپ میزنی تو از صف میکشه، در یک جایی بخیر از توحید گپ بزن میگه تو حنفی نیستی وهابیستی، یعنی مانایشی هست که احناف توحید قبول ندارن
یعنی معنایشی است که احناف احادیث قبول نداره، احادیث صحیح قبول نداره، غیر مستقیم داشت نام میدن به احناف، در حالی که مذهب احناف تو نیست. و ما که در فقه حنفی درس خواندیم و ریش خدا در اینمی مدارس احناف سفید کردیم، همینجا درس خواندیم و در جای دیگه هم که مثلا در لیبیا هم که ما درس خواندیم اونجا همین مذاهب اربعه اهل سنت خواندیم، پس در کل زمانیم که هیچ وقتی مشکل نیست و وقتی که ایره قبول میکنن هیچ کدام مشکل از نگاه مذهبی برزی پیدا نمیشه. و اگر ایره میگه مثلا که از یک مذهب به مذهب دیگر رفته، بسیار در تاریخ اسلام زیاد شده که یک نفر مثلا شافعی بوده آمده حنفی شده و یک نفر حنفی بوده شافعی شده. حتی من یک وقت در لیبیا یکی از علما را دیدم که در لیبیا مذهب مالکی هست، پیروانشان مالک ابن انس هستند، گفت که فلانی عالم است، گفتن این حنفی شده، فقه حنفی را مطالعه کرده قناعتش حاصل شده، رفته از مذهب مالکی به مذهب احناف و یک عالمی بسیار بزرگ در اونجا بود و هیچ کسی او را نه کافر میگفت نه زندیق میگفت نه متهم میگرد و اینمی بلند کردن دست رفع الیدین در بعضی از مذاهب دیگه اهل سنت هست، اما کس مطالعه نمیکنه. آیا ما به خاطر این تعصبی که مثلا میکنیم یا اگر کسی می کار کرد و یا حدیث رسول الله صلی پیدا کرد و به او عمل کرد و فوران بازوره بگیم تو از این مذهب خارج شدی، و وقتی که مثلا یک نفر گیریم یک نفر در یک مذهب نبود پیروی از قرآن کرد و پیروی از سنت رسول الله صلی الله علیه و آله، او را ما کافر میگیم؟ مثلا صحابه کرام در مذهب کی بودن؟ ابوبکر صدیق در مذهب کی بود؟ حنفی بود، شافعی بود، مالکی بود؟ وقت در اون زمان مذاهب به وجود نیامده بود. خب اونا مسلمان بودن یا از ما کدام خوب مسلمان بودن نبودن؟ خب گیریم یک نفر گفت من ابوبکری هستم در مذهب ابوبکر صدیق هستم، یا کس گفت من محمدی هستم در مذهب خود امام صاحب در مذهب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هستم، چی بگیم برش؟ یعنی اون کافر بگیم؟ یعنی محمد عبدالوهاب وقتی که آمد صرف خرافات و چیزای اضافی که در دین داخل شده بعد از سه قرن یارا بیرون ساخته از دین، یعنی سر مسائل فقهی یا کدام مذهب جدیدی که بوی ایجاد نکرده، مذهب ایجاد نکرده. بله این کسایی که دیگه که سرش تاپا میزنه، سر تو هم تاپا میزنه، سر ما هم تاپا میزنه، سر از وام میزنه، سر از وام میزنه. خب تشکر استاد محترم. بنده های عزیز در برنامه کتاب قرار داریم، برنامه کتاب برنامه اول ما در اینجا به پایان میرسه. انشاءالله در مورد امی کتاب محمد عبدالوهاب رحمت الله علیه در برنامه های بعدی بحث میکنیم. تا برنامه بعدی شما را به الله بی‌نیاز میسپاریم. السلام علیکم و رحمت الله. الله يا الله 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 ده مظلوم مظلوم اهونا الله يا الله الله يا الله الله يا الله الله